گزیده ای از گزارشات و خبرهای کارگری در این هفته. با سلام و درود خدمت شما عزیزان بیننده و شنوندگان عزیز رادیو پیام کانادا، در خدمت شما هستیم جهت تقدیم اخبار و گزارشات کارگری شنبه 11 الی جمعه 16 مرداد ماه 1399. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. تو خالی در آمدن وعد و وعیدهای صاحب منصبان شهرستان، استان و کشور مبنی بر پرداخت مطالبات کارگران، حسن کهنکی یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه به دادگاه به اتهام اخلال در نظم عمومی احضار شد. او روز یکشنبه 12 مرداد 99 جهت تفهیم اتهام در دادگاه شوش باید حضور داشته باشد. در همین رابطه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هر گونه پرونده سازی برای کارگران را شدیداً محکوم می کند. تهدید و ارعاب کارگرانی که بیش از 3 ماه است دستمزد خود را نگرفته اند چاره کار نخواهد بود. تجمع اعتراضی معلمان خرید خدمت استان اصفهان نسبت به بلا تکلیفی استخدامی و معیشتی، اعتراض رانندگان مرکز بهداشت شهرستان ایران شهر نسبت به عدم پرداخت 4 ماه مطالباتشان، بیانیه کانون صنفی معلمان ایران تهران در اعتراض به حکم صادر شده برای محمد فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان ایران از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب، تجمع اعتراضی اهالی دهستان زهاب و مجتمع الیاسی سرپل نسبت به نداشتن آب آشامیدنی در مقابل فرمانداری شهرستان پل زهاب، تجمع اعتراضی صدها نفر از اهالی شهرستان‌های دشتی و تنگستان نسبت به فعالیت دوباره معدن سنگ مرمریت، تجمع اعتراضی کارگران کشت و صنعت شوشتر نسبت به عدم پاسخگویی کارفرما به مطالباتشان و اخراج 1 همکار، ادامه اعتراضات کارگران هپکو عراق نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی با تجمع در کارخانه، اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نفت قشم در اعتراض به سطح نازل حقوق و عدم پرداخت به موقع، تجمع اعتراضی راننده های اتوبوس شهری کرمانشاه نسبت به عدم پرداخت مطالبات در ترمینال کاویانی، دیدار هیئت مدیره تشکل‌های معلمان مریوان، ساقز و جمعی از کنشگران سنندج با حسین حسن خانی و یاسر امینی آذر در مهآباد، تجمع اهالی روستای آق مشهد ساری برای جلوگیری از وقف روستا و جنگل دست به تجمع زده و با برافراشتن پلاکارت‌های خواستار جلوگیری از وقف روستا و 5600 هکتار جنگل شدند. و شماری دیگر از سریال تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه کنتورسازی ایران نسبت به بلا تکلیفی شغلی و معیشتی و وعده‌های توخالی مسئولان با تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان البرز، تجمع اعتراضی کارگران دفاتر سهام عدالت کشور نسبت به بلا تکلیفی شغلی و معیشتی در مقابل مجلس، تجمع اعتراضی کارگران اداره آب و فاضلاب اهواز نسبت به پایمالی حقوقشان توسط شرکت پیمانکاری، تایید حکم 13 ماه حبس جدید علیه جعفر عظیم‌زاده در دادگاه تجدید نظر، نهادهای امنیتی جهت جلوگیری از آزادی او در اقدامی کاملا دستوری و فرمایشی پرونده جدیدی را با مصادیق تبلیغ علیه نظام در این پرونده، اعتراض جعفر عظیم‌زاده به عدم درمان زندانیان در اوایل سال 98 و اعتراض به صدور احکام ظالمانه علیه کارگران هفت‌تپه
و کارگران تجمع کننده در مراسم روز جهانی کارگر سال 98 در مقابل مجلس بوده است. تجمع اعتراضی اهالی محله یوسف آباد تبریز نسبت به مبلغ غرامت پرداختی از سوی شهرداری، تجمع اعتراضی صاحبان باغ‌های تفریحی جاده آبشار نسبت به بلا تکلیفی معیشتی در مقابل فرمانداری بویراحمد، حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از اعتراضات کارگران بخش‌های صنعت نفت و پتروشیمی، اعتصاب و تجمع رانندگان ناوگان اتوبوس شهرداری ارومیه در اعتراض به نسبت به بلا تکلیفی معیشتی در پی شیوع بیماری کووید 19 و عدم حمایت دولت، تجمع کارگران اخراجی اجراییات شهرداری اهواز برای بازگشت به کار، ادامه اعتراضات کارگران شهرداری مریوان نسبت به عدم پرداخت ماه‌ها حقوق با انتشار نامه‌ای سرگشاده، عدم پرداخت 8 ماه حقوق کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری بندر امام علی‌رغم وعده و وعیدها، و آخرین اخبار درباره چهارمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی، اعتصاب کارگران چند پالایشگاه نفتی در جنوب کشور به صورت سلسله‌وار طی 3 روز گذشته، اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای در چهارمین روز خود همچنان با قدرت پیش می‌رود، اعتصاب و تجمع صدها کارگر پتروشیمی رازی ماهشهر در اعتراض به سطح نازل حقوق، تبلیغ در پرداخت مطالبات و اخراج یک همکار، تجمعات اعتراضی صدها کارگر شهرداری بروژرد نسبت به نداشتن امنیت شغلی در مقابل شهرداری و فرمانداری، اعتراضات آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی نسبت به بلا تکلیفی استخدامی ادامه دارد، تجمع اعتراضی شاتوکاران دشت آزادگان نسبت به ضرر و زیان از دهکشی در مقابل فرمانداری، تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن مهر استان هرمزگان مقابل درب استانداری، برپایی جلسه در محل کمیسیون تلفیق مجلس با شرکت تعدادی از نمایندگان مجلس و کارگران هفت‌تپه، تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی نسبت به عدم پرداخت مطالبات و مشمول رتبه بندی نشدن در مقابل وزارت آموزش و پرورش، ادامه کنش‌های دامنه‌دار کارگران شهرداری لوشان نسبت به عدم پرداخت ماه‌ها حقوق و حق بیمه زیر سایه سکوت مسئولین، تجمع دانش‌آموختگان حقوق در مقابل مجلس برای حذف ظرفیت از آزمون وکالت، اعتصاب هزاران کارگر در میدان‌های گازی پارس جنوبی در اعتراض به مزدهای عقب افتاده، اعتراض کارگران شهرداری میرجاوه نسبت به عدم پرداخت ماه‌ها و حقوق و مطالبات، تجمع اعتراضی مالباختگان مجتمع تجاری آدینه رشت برای پنجمین بار در سال جاری، و اعلام حمایت شبکه سندیکای جهانی همبستگی و مبارزه از اعتصاب کارگران در ایران، اتحادیه جهانی صنعت متشکل از اتحادیه‌های کارگری آزاد، مستقل و دموکراتیک که 50 میلیون کارگر و کارمند را در صنایع فلزی، مواد شیمیایی، انرژی معدن و نساجی در 140 کشور جهان نمایندگی می‌کند، روز 14 مرداد 99 در سایت رسمی این اتحادیه همبستگی خود را با کارگران اعتصابی ایران در بخش‌های نفت و گاز اعلام نمود. اعتصاب دوباره کارگران راهن اندیمشک در اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق، عدم پرداخت ماه‌ها حقوق و حق بیمه کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان، هفتمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی و نیروگاه‌های برق، پشتیبانی 5 سندیکای فرانسوی از اعتصاب کارگران در ایران، روز پنجشنبه 16 مرداد ماه 99 سندیکایی متشکل از 5 سازمان سندیکایی با انتشار بیانیه‌ای
از اعتصاب کارگران هفت‌تپه و کارگران نفت جنوب ایران اعلام حمایت کردند. متن این بیانیه به این قرار است: اعتصاب در ایران، اعتصاب عمومی پالایشگاه‌ها و میدان‌های نفتی جنوب ایران را فرا گرفته است. از سحرگاه اول اوت شمار زیادی از کارگران پالایشگاه‌های نفت سنگین در قشم، پارسیان لامر، پالایشگاه آبادان و پالایشگاه‌های فاز 22 و 24 کنگان پارس جنوبی دست به اعتصاب زده‌اند. کارگران و کارکنان میدان نفتی آزادگان شمالی از روز 29 ژوئیه جهت اعتراض به دستمزدهای ناچیز و تهدید به اخراج از کار اعتصاب کردند. همچنین کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه که در گرمای نزدیک به 50 درجه کار می‌کنند از 13 ژوئن اعتصاب کردند. چند ماه است که حقوق و دستمزد آنان پرداخت نشده است. این اعتصاب ها در شرایط دشواری صورت می گیرد، زیرا رژیم جمهوری اسلامی آزادی ها و حقوق سندیکای منطبق با مقابله نامه های بین المللی کار را که خود نیز امضا کرده است زیر پا می گذارد. حکومت مطالبات حقوقی مزدبگیران را انکار کرده و تلاش می کند اعتصاب کنندگان را با تهدید و سرکوب خفه کند. اما فعالان از جمله با ایجاد صندوق ملی همبستگی مالی برای کمک به اعتصاب کنندگان به سازماندهی کارگران پرداختند. در اوضاع حاد کنونی فعالان کارگری ایران به اتحاد و همبستگی همه اقشار مردمی دعوت می کنند تا صدای مطالبات به حق آنها به گوش همه برسد. سازمان های سندیکایی فرانسه، کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار، کنفدراسیون عمومی کار، فدراسیون سندیکای متحد، اتحاد سندیکای متحد، اتحادیه سندیکای مستقل، ششم اوت 2020. ادامه اخبار: اعتصاب دوباره کارگران راهن اندیمشک در اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق. عدم پرداخت ماه حقوق و حق بیمه کارگران شرکت آب و فاضلاب روستای خوزستان. ادامه اخبار: اعتصاب دوباره کارگران راهن اندیمش در اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق. عدم پرداخت ماه حقوق و حق بیمه کارگران شرکت آب و فاضلاب روستای خوزستان. ادامه تجمع کارگران هفت‌تپه در مقابل فرمانداری شهرستان شوش و برگزاری جلسه در محل کمیسیون تلفیق مجلس با شرکت تعدادی از نمایندگان مجلس و کارگران هفت‌تپه. 55 روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه می گذرد و تا به حال به هیچ یک از خواسته هایشان دست نیافته اند. تجمع کارگران هفت تپه در مقابل فرمانداری شوش و محاصره چند ساعته پزشک مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه. و در پایان باز هم حوادث و مرگ و میر کارگران در محیط کار، از جمله مرگ و مصدومیت 3 کارگر شهرداری تهران حین کار در پل سید خندان بر اثر تصادف، جان باختن 1 کارگر جوان در حادثه ریزش آوار در اصفهان، کشته و زخمی شدن 6 نفر در همدان بر اثر تصادف حامل خودروی کارگران کشاورزی حین بازگشت از مزرعه، جان باختن 1 کارگر تراشکار حین کار در شهرستان ساوجبلاغ، مصدومیت 7 کارگر شرکت کلاج البرز بر اثر انفجار در کوره حین ذوب ضایعات، جان باختن 2 کارگر مغنی در آزادشهر بر اثر گاز گرفتگی، جان باختن کارگر ساختمانی در تهران بر اثر سقوط در چاهک آسانسور، جان باختن کارگر زن در یک مرغداری در فیروزکو. باز هم واژگونی سرویس رفت و آمد کارگران و مصدومیت 5 کارگر فصلی در استان گلستان و جان باختن 2 کارگر در سد سیمره در حین با عرض سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی، این جناب دکتر یاسر رحمانی راد، پزشک مجموعه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، که امروز در یک پست که دیروز در یک پست اینستاگرامی اعلام کرده بودم
به جمع کارگران معترض خواهم پیوست و بعد از آن تهدیدات نیروهای امنیتی شروع شد که حق حضور در این تجمع را نداشتی و در حال حاضر هم همکنون نیست. تهدیدات تلفنی نیروهای امنیتی مبنی بر بازداشت بنده شروع شده است. اعلام می‌دارم اگر در اعترافات تلویزیونی یا در اعترافات کتبی هر سخنی از زبان من گفته شود، فاقد هیچ وقاحت قانونی است و اجباراً و تحت شکنجه بوده است. امروز به تاریخ 16 مرداد 1399 می باشد. اگر بعد از این تاریخ بنده بازداشت شدم و مجبور به اعترافات اجباری شدم، ای مردم ایران، بدانید که این اعترافات هیچ وجاهت قانونی ندارد و همگی تحت فشار، شکنجه و اجبار بوده است. پاینده ایران. عزیزان بیننده، با تشکر از اینکه تا پایان ما را همراهی کردین. تا دیداری مجدد، سلامت و پیروز باشید.